سلام عرض میکنم خدمتتون، رضوان پور مرتضی هستم با بخش سوم آموزش هفته فکس. امروز در خدمتتونم. جلسات گذشته توی دو ویدئوی قبلی دیدین که ما محیط نرم افزار رو خیلی خوب شناختیم، ورک اسپیس ها، بخش ویندو، شورتکات گذاشتن براشون، وارد کردن فایل، کار با تایم لاین و شخصی سازی محیط، وارد کردن فایل های مختلف مثل فتوشاپ و کلا جزئیات خوبی رو تو تایم لاین با هم مرور کردیم. اما توی این ویدئو میتونیم خیلی پیشرفته تر و کامل تر جزئیاتی رو تایم لاین بشناسیم. اگر یادتون باشه توی ویدئوی قبلی تونستیم با بخش ترانسفورم کار کنیم، با سیکونس لایرز کار کردیم، چند تا ویدئو رو اگر خاطرتون باشه درگ کردیم توی کامپوزیشن، از چند تا ویدئو یا فایل تونستیم یه کامپوزیشن بسازیم، در مورد سیکونس لایرز صحبت کردیم و یه سری گزینه های دیگه که حالا این جلسه روشون خیلی کامل تر و بهتر میشیم. و اصول و پایه های بخش انیمیشن تو افتر افکتس رو میتونیم توی این ویدئو با هم بررسی کنیم. خب من یک ویدئو رو وارد تایم لاین میکنم، قبلش یک کامپوزیشن میسازم. قبل از اینکه شروع بکنیم کار با ویدئو رو، یک کامپوزیشن میسازم. create a new composition رو میزنم یا control n رو کلیک میکنم این بالا. تو کامپوزیشن new composition control n رو هم میتونم بزنم، یک کامپوزیشن میسازم. اگر خاطرتون باشه توی بخش duration ما کدهای زمانی مختلفی داشتیم، مثلا شما میتونستیم وارد کنیم 25 ثانیه. خب مشخصه ما داریم با استاندارد SMPTE کار میکنیم، استانداردی هست که شما توش ساعت، دقیقه، ثانیه و فریم رو داریم که فریم آخرین هست، دقیقه ببخشید ثانیه، دقیقه و ساعت. خب ما توی استاندارد SMPTE که داریم کار میکنیم تو افتر افکتس میتونیم دو نقطه هایی که این وسط اعداد هست رو برداریم و زمان رو راحت تر وارد کنیم. مثلا اگه شما 1 دقیقه و 25 ثانیه میخواید، من این رو قبلا توضیح دادم، اما دوباره میدیم روشون نکات اضافه داریم. میتونم وارد کنم 1 دقیقه و 25 ثانیه و دو تا صفر رو هم بذارم. اگر ببینید ما وقتی داریم زمان رو به این شکل وارد میکنیم، رقم های سمت چپ رو که اصلا بهشون کاری نداریم، یعنی وارد نمیشن، فقط میایم دو نقطه ها یا علامت ها هر چیزی که اون وسط بود رو برمیداریم و دستی وارد میکنیم. مثلا اگه 30 ثانیه بخوام میزنم 30، دو تا صفر برای فریم، هر چیزی که سمت راست این عدد هست باید وارد بشه و سمت چپی ها اصلا دیده نمیشن. دو نقطه ها رو هم برمیداریم. وگرنه شما میتونستیم به این شکل وارد کنیم که زمان برتر بود. میخوایم 31 ثانیه و 14 فریم داشته باشیم، خیلی سریع وارد میکنیم. خب این یکی از روش های وارد کردن کدهای زمانی توی افتر افکتس هستش. اما شما میتونین کارهای جالبتری هم انجام بدین. مثلا فرض کنید که ما روی ثانیه 7 و فریم 8 هستیم، ثانیه 7 و 8. خب میخواین 2 دقیقه و 14 ثانیه ببخشید 2 ثانیه و 14 فریم جلوتر بریم، یعنی 2 ثانیه و 14 فریم به این اضافه بشه، بریم دقیقا روی اون زمان. خب باید اول پیش خودتون حساب کنین، اول 14 فریم به این اضافه میکنین میشه 22 و 2 ثانیه هم به این اضافه میکنین میشه 9 و 22 باید بریم. اما افتر افکتس باز هم کار شما رو راحت کرده. شما میتونین توی بخش این قسمتی که زمان رو وارد میکنین تایپ کنین به اضافه 2 و 14 و دقیقا روی همون زمان میگیم. افتر افکتس کار ما رو خیلی راحت کرده. میخواین 3 ثانیه و 12 فریم جلو بریم به اضافه 3 و 12، خیلی جالب رو همون فریم رو میره و کار جمع رو خودش انجام میده. اما میخواییم 5 ثانیه دقیقا بیاین عقب، اینجا دیگه نمیتونین تایپ کنین منهای 5 دوتا صفر بذارین. اگر این کار رو بکنین تو ثانیه منهای 5 میریم، یعنی تو ثانیه منفی میریم. خب پس اینجا چه کار میتونیم انجام بدیم؟ باید اول علامت به اضافه رو بزنیم، منهای 5 ثانیه، دقیقا 5 ثانیه میرین جلو، یا وارد میکنین دوباره به اضافه 3 ثانیه و 9 فریم، یا منهای به اضافه منهای مثلا میتونیم وارد کنیم 7 ثانیه. بسیار خب این هم به این شکل. پس شما میتونین روی زمان هم به راحتی کنترل داشته باشین. اما اگر به این شکل نتونستین کار کنین یا با کیبورد راحت تر بودین نتونستین بیاین اینجا کلیک کنین، فقط کافیه که دکمه های Alt Shift J رو بزنین. این شورتکات رو قسمت Go to Time هستش. اگر به هر دلیلی راحت نبودین تا موستون رو انتقال بدین اینجا و اینجا کلیک کنین Alt Shift J
Alt Shift J رو میزنین و زمان مورد نظرتون رو قسمت پنجره Go to Time باز میشه وارد میکنین. خب پس ما به این شکل میتونیم استفاده های جالبی تو بخش زمانمون داشته باشیم. ما اگر خاطرتون باشه شورتکات های زیادی رو بررسی که این تو بخش پریویو مثل Home، مثل End که go to start و go to end هستن یا first frame یا last frame هستن، دو تا گزینه page down و page up. page down next frame هست، page up previous frame. خیلی زیاد استفاده داریم از این دو گزینه. و گزینه space که کلید space که play و pause هست. اما بعضی از این شورتکات هایی که ما صحبت کردیم در موردشون یا ابزارهایی که داریم مثل next frame و previous frame، شورتکات های جایگزینی هم دارن. مثلا ما برای پیج آپ و پیج دان که برای نیکس فریم و پریویس فریم هستن، خب روی بعضی از کیبورد ها ما پیج آپ، پیج دان، هوم و اند رو نداریم که خب کلید های خیلی مهمی هستن توی کار. شورتکات های جایگزینی داریم، مثلا برای پیج دان که یک فریم میره جلو یا پیج آپ که یک فریم میاد عقب، شما میتونید کلید کنترل رو نگه دارین و فلش راست رو بزنیم تا کار پیج دان رو بکنه نیکس فریم، و کنترل رو که نگه داشتیم فلش چپ رو بزنیم روی کیبوردتون، لفت ارو و رایت ارو برای اینکه یک فریم برین جلوی و یک فریم بیاین عقب. اما برای کلیت های هوم و اند لاست فریم و هوم فرست فریم هست، شما میتونید کنترل آلت رو نگه دارین رایت ارو یا فلش راست، و کنترل آلت رو که نگه داشتین لفت ارو یا فلش چپ برای اینکه به فرست فریم بیاییم. پس کنترل فلش راست میتونین یه فریم جلو بیاین، کنترل فلش چپ تا یه فریم عقب بیاین، کنترل آلت فلش راست، اند یا اند فریممون هست لاست فریم، و فرست فریممون کنترل آلت فلش چپ. شما میتونین از کلیت های جایگزین استفاده کنین. توی تایملاین من میام از یک لایه کپی میگیرم، برای کپی گرفتن شما میتونین یا دوپلیکیت کردن توی ادیت دوپلیکیت کنترل دی رو بزنین، از یک لایه چند تا کپی بگیریم و کپی های مختلفی داشته باشیم که حالا ما یا میتونیم کپی بگیریم یا ممکنه توی تایملاینمون تعداد زیادی از لایه ها رو به کار ببریم. مثلا من الان حدودا 40 تا لایه اینجا دارم. خب حالا همه تکراری هستن، اما برای توضیحی که میخوام بهتون بدم مهم نیست اینا تکراری باشن یا نه. شما میتونیم اینجا توی تایملاین زوم کنیم، روش‌های مختلفی بهتون گفتم، مثلا این نواری که این بالا دارین میتونین روی قسمت تمرکز کنیم و اونجا رو داشته باشین. میتونین از طریق همین نوار بالا اسکرول کنین توی تایملاینتون، زوم کنین، میتونین از طریق این اسلایدری که پایین دارین از این طریق به این کار زوم کردن رو انجام بدین، یا روی کیبوردتون به اضافه ممنها رو بزنین که توی کیبورد خود ویندوز بهتون نشون دادم. البته اینجا اون کلیدها رو نداریم. خب من با کلیدهای به اضافه ممنها میتونم توی تایملاین زوم کنم، به اضافه ممنهایی که زیر F9 و F10 معمولا روی کیبورد هست سمت چپ بک اسپیس، میتونیم کار زوم کردن رو داشته باشیم. اما توی تایملاین اسکرال موس چه نقش هایی بازی میکنه؟ اسکرالی که وسط موس هستش، میتونید شما با بالا و پایین چرخوندن این اسکرال توی تایملاینتون ببینید. ما الان روی لایه 40 از 26 تا 40 رو داریم میبینیم، حالا کمی تایملاین رو هم کوچیک‌تر میکنم. میتونید با بالا و پایین چرخوندنش بین این لایه ها اسکرال کنین، ببینید بالا یا پایینی رو ببینین، هر کدوم رو به هر شکلی خواستین مرور کنین و ببینینشون. پس با بالا و پایین چرخوندن اسکرال شما میتونین بالا و پایین برید تو تایملاینتون و لایه های مختلف رو بررسی کنین. اما اگر ما آلت رو نگه داریم و اسکرال رو به بالا و پایین بچرخونیم، میتونیم همون جایی که میخوایم زوم کنیم توی تایملاین. خب جایی که موس رو زمانی که جایی که موس رو میبریم، مثلا من میام روی ثانیه 1 و آلت رو نگه میدارم، اسکرال رو به بالا میچرخونم، روی ثانیه 1 دارم زوم میکنم. اینو خاطرتون باشه. اما اگر کلید شیفت رو نگه دارین و اسکرال رو بالا و پایین بچرخونین، میتونین به صورت عرضی توی تایملاینتون اسکرال کنین و چپ و راست برین. پس ما سه تا کار مهم میتونیم با اسکرال کردن توی تایملاین انجام بدیم. یک، شما میتونین با بالا و پایین چرخوندنش بین لایه ها اینجا اسکرال کنین و بالا و پایین برین. من رو لایه 40 هستم، مثلا 31 تا 40 میتونم برم بالاتر. اگر آلت رو نگه داریم و اسکرال رو بالا و پایین بچرخونیم، میتونیم تو زمان مورد نظرتون زوم کنیم هر جا که موس رو ببریم، مثلا رو ثانیه 8 آلت اسکرال رو بالا میچرخونم، یعنی رو ثانیه 8. و اگر
شیفت رو نگه داریم و اسکرول رو بالا و پایین بچرخونیم، به راحتی میتونین توی تایملاینتون به این شکل اسکرول کنین به صورت عرضی و تایملاین رو چک کنین، هر دو چیز کاری خواستین انجام بدین به راحتی میتونین کارو بکنین. خب من لایه های اضافه رو سلکت میکنم و درگ میکنم اون رو، دیلیتشون میکنم اینها رو. داریم فقط یه سری جزئیات خیلی ساده اما کاربردی رو توی تایملاین بررسی میکنیم که اشراف خیلی خوبی داشته باشیم به گزینه هایی که توی تایملاین داریم. ما توی ویدئوی قبلی سویچ ها رو یاد گرفتیم برای اینکه یک لایه رو هاید کنیم، بتونیم صدا رو قطع کنیم یا کلاً کنترل رو صدا داشته باشیم. بحث سولو رو توی ویدئوی قبلی چک کردیم. برای اینکه ما یه لایه رو لاک کنیم و نتونیم دیگه روش، ببینید من یک لایه رو وقتی لاک میکنم یه ویدئوی دیگه وارد میکنم اینجا قرار میدم. ببینید فرض کنید این لایه میخواد کلا بک‌گراند باشه و هیچ تغییری روش اعمال نشه. در مورد لاک توی ویدئوی گذشته سوال کردیم، اما لاک خودش شورتکات هایی داره. شما میتونید یک لایه رو انتخاب کنید و روش کنترل ال بزنید، کار کنترل ال برای لاک کردن استفاده میشه، و کنترل شیفت ال رو بزنین تا لاک برداشته بشه. پس لایه رو انتخاب میکنین، کنترل ال بخواین لاک از بین بره، کنترل شیفت ال شورتکات لاک هستش که شما میتونین ازش استفاده بکنین. خب من باز هم یه سری نکات دیگه توی تایملاین بهتون بگم. میخواییم کلن اون تایملاین رو اونقدر کامل صحبت کنیم که دیگه هیچ جای بحثی روش نمونه، و از این بابت که تایملاین افتر افکت رو کامل شناختیم با تمام جزئیات خیالمون راحت بشه و بتونیم بریم سراغ بخش‌های بعدی کارمون. پس این گزینه‌ها رو خیلی با جزئیات خوبی، حتی یکی از ابزارها رو با شورتکات یاد گرفتیم. اما شما کارهای جالب‌تر دیگه‌ای هم می‌تونید توی تایملاین داشته باشید. مثلا می‌تونید توی تایملاینتون لایه‌ای بزنید، من اینها رو باز هم کپی بگیرم ازشون، دوپلیکیتشون می‌کنم، کنترل دی می‌زنم، یه کنترل دی دیگه بسیار. شما لایه‌هایی که تایملاین دارین گاهی می‌تونید با شماره‌هایی که این سمت چپ برای هر لایه گذاشته شده به این شکل سلکتشون کنید. مثلا لایه شماره 7 رو می‌خواید، می‌تونید توی نمبر پدتون کلید شماره 7 رو بزنین تا لایه شماره 7 سلکت بشه. و مثلا طبق چیزی که توی ویدئوی قبلی یاد گرفتیم بخش ترانسفورم، میتونین کلید P رو بزنین برای پوزیشن، S بزنین برای اسکیل، R بزنین برای روتیشن، و به گزینه‌های مختلف ترانسفورم دسترسی داشته باشین. خب ما چند تا لایه داریم؟ 20. من لایه شماره 17 رو میخوام. خیلی سریع 17 رو تایپ میکنین، 1 7، سریع میرین رو 17. اما اگر 1 رو بزنین بعد 7 رو بزنین، اول 1 انتخاب میشه بعد 7. پس خیلی سریع باید این کار رو انجام بدین. 20 رو میخواین 20 رو میزنین، اما اگه 19 رو بخواین 1 رو آروم بزنین بعد 9 رو بزنین، اول 1 انتخاب میشه بعد 9. 19 رو سریع تایپ میکنم 19. 10 1 0 میزنم میاد روی 10. 5 یا ببخشید 2 میاد روی 2. 5 میاد روی 5. پس شما به راحتی میتونین با تایپ کردن این شماره ها توی نمبر پدتون به راحتی انتخاب کنین لایه های مورد نظرتون رو. خب چند تا نکته خیلی ساده دیگه هم داریم، بعد میریم سراغ بخش اصلی که توی این ویدیو داریم. شورتکات هایی تو تایملاین بهتون میگم، هم برای بخش ترانسفورم یه سری شورتکات های خیلی جالب صحبت کردیم که مطمئنا خیلی کمکتون میکنه، و شورتکات هایی که دارم تو تایملاین بهتون میگم برای اینکه به کارتون سرعت ببخشین ضروری هستن. سعی کنین عادت کنین که حتما با این شورتکات ها کار کنین. خب ما یک لایه رو اینجا انتخاب میکنم، مثلا روی بذارین همین یکی رو سولو کنم، فقط همین رو داشته باشم. خب چند تا کلید مهم دیگر رو براتون معرفی میکنم، شورتکات های خیلی جالب. شما روی یک لایه چه توی تایملاین کلیک راست کنین، چه اینجا توی کامپوزیشن پنل کلیک راست کنین، اینجا که تصویر رو میبینین، گزینه های مختلفی دارین. یکیش ترانسفورم هست. شما ما در مورد ترانسفورم بیشتر صحبت میکنیم، خیلی مهم هست، گزینه های جالبی داره، حتی گزینه های مثل پوزیشن، اسکیل، روتیشن، اوپاسیتی، اینجا کارهای جالب تری میتونیم نسبت به تایملاین بکنیم، مثلا با پوزیشن یا انکور پوینت مهمه، در موردشون صحبت میکنیم. الان یه گزینه خیلی مهم رو از این بخش میخوام بهتون بگم، ولی مطمئنا روی ترانسفورم یک بار میایم و برای همیشه روی یک بار میایم برای همیشه پرونده این گزینه ها رو میبندیم. گزینه‌ای که خیلی مهم هست و من در طول کار واقعا زیاد ازش استفاده می‌کنم گزینه فیت تو کامپ هست. خب بذارید من تصویر اصلی که وارد
این کامپوزیشن کرده بودم از ابتدا اون رو سلکتش کنم. این هستش. بسیار فرض کنین شما به هر دلیلی اومدین استدین اسکیل کردین این لایر رو، حالا میخواین خیلی سریع برگردونین به حالت عادیش. گاهی شاید تایپ کردن برای شما سخت باشه، یا مثلا الان من نسبت ها رو به هم زدم روی 58 34 گذاشتم، حالا 100 رو اگه اینجا تایپ کنم به همون نسبت عرض تصویرمون یا بهتر بگم ارتفاعش هنوز به حالت عادی بر نگیره و به همون نسبت زیاد میشه. خب من اینجور مواقع از شورتکاتی استفاده میکنم، توی کلیک راست میکنم، توی ترانسفورم فیت تو کامپ یا کنترل Alt F، شما وقتی این فیت تو کامپ رو میزنین لایه‌تون به هر شکلی باشه، هر جایی باشه، R میزنم برای روتیشن، روتیت شده باشه، هر اتفاقی که روش افتاده باشه شما سلکتش کنین و کنترل Alt F رو بزنین، لایه‌تون برمیگرده سر جاش. پس شما روتیتش کنین، W رو نگه میدارم، ببینید که W رو نگه میدارم، میچرخونمش، اسکیلش میکنم، حتی اسکیلی که میکنم رو به این شکل برمیگردونمش، فلیپش میکنم، کنترل آلت اف رو اگه بزنم به حالت عادی برمیگرده. بسیار مهم هستش. من از دو تا شورتکات خیلی زیاد استفاده میکنم در طول کار، یکی کنترل آلت اف هست فیت تو کامپ و یکی هم گزینه فیت آپ، اینجا فیت آپ تو 100% برای اینکه بتونین تصویرتون رو فیت کنین به کامپوزیشن پنل. آلت و کلید اسلش که تو ویدیوهای قبلی در موردش صحبت کردیم. خب من یکی دیگه از لایه ها رو اینجا، یکی از ویدیوهایی که تحرک توش داشته باشه، میتونم این رو سولو کنم. بسیار خوب، کنترل آلت اف میزنم، میتونم فیت تو کامپ رو بعد بزنم براش. خب شما میتونید کلید آلت رو نگه دارین روی، وقتی روی یک لایه انتخابش کردین کلید آلت رو نگه میدارین و پیج آپ و پیج دان میزنین. کاری که میکنه اینه که داره یک فریم یک فریم، یا به جلو یا به عقب، اگر ابتدای لایه رو نگاه کنین خیلی بهتر متوجه میشین، یک فریم یک فریم جلو یا عقب، اگر آلت به پیج دان رو بزنیم به سمت جلو میبره این لایه رو، آلت پیج آپ بزنیم یک فریم یک فریم میارش عقب، برای اینه که ببرینش جلو ببرینش عقب. مثلا شما میخواین این لایه‌تون 10 فریم دیرتر شروع بشه، خب اگه آلت پیج دان بزنین یک فریم یک فریم میره جلو، اما اگه آلت شیفت پیج دان رو بزنین 10 فریم 20 فریم 30 فریم، یا مثلا نمیدونم این دیگه بستگی به خودتون داره، مثلا شما 30 فریم میخواین بعدتر شروع بشه، آلت شیفت پیج دان 1 2 3 بار میزنین و 30 فریم جلوتر رفت، یا دوباره بخواین برگردونین سر جاش به همین شکل آلت شیفت پیج آپ. پس آلت و پیج دان و پیج آپ به صورت یک فریم یک فریم عقب و جلو میبرن، شیفت هم که ترکیبش همیشه عموما سرعت کار رو 10 برابر میکنه. خب اگر شما کلید کنترل رو نگه دارین، ببینید من الان استاک فوتیج شماره 5 هم لایه شماره 12 هست، اگر کلید کنترل رو نگه دارین و با استفاده از لفت برکت و رایت برکت، شما کاری که میتونین انجام بدین اینه که ببینید لایه شماره 12 سلکتش میکنم، استاک فوتیج شماره 5 هست و لایه شماره 12 هستش. خب بذارین من توی چند تا لایه دیگه بهتون نشون بدم، این خیلی بهتر ممکنه باشه. این لایه شماره استاک فوتیج 12 هست. بسیار خوب، و بسیار این دوتا رو من انتخاب میکنم و سولوشون میکنم. حالا شما میتونین این رو انتخاب کنین، ببینید توی تایملاین شماره 1 هست، یعنی بالاتر قرار گرفته از این و رو قرار گرفته. خب شما میتونین این رو درگش کنین و بیارینش پایین بذارین زیر این، یعنی دقیقا بیاد این زیر قرار بگیره، و اتفاقی که میفته اینه که خب پایین این هم دیده میشه، اگه بالاتر باشه رو دیده میشه. این قانونیه که ما توی افتر افکتس و کلا نرم افزارهایی که با تایملاین کار میکنن این قانون رو داریم. حالا اگر شما کنترل رو نگه دارید و با رایت براکت و لفت براکت میتونید این لایه‌ای که استاک فوتیج اون هست بکشینش پایین تر، یعنی الان شد لایه شماره 2، میتونید شماره 3 4، کنترل لفت براکت رو دارم میزنم یکی یکی میارمش پایین، ببینید الان شماره 4 هست روه، حالا اگر یک کنترل لفت براکت دیگه بزنم یه دونه دیگه میاد پایین و اون تصویر دیگه میاد بالا. پس شما با کنترل لفت براکت و رایت براکت به راحتی میتونید لایه‌ها رو بالا و پایین ببرید. حالا شورتکات دیگه ای داریم، اگر کنترل شیفت لفت براکت رو بزنیم، کنترل شیفت لفت براکت، لایه‌ای که داشتین میاد پایین ترین لایه توی تایملاین میشه و
کنترل شیفت رایت براکت رو بزنین میاد بالاترین لایه. یعنی من کنترل لفت براکت میزنم، مثلا میزنم لایه شماره 8، ببینید اومد شماره 8. حالا کنترل شیفت لفت براکت رو میزنم میشه آخرین لایه توی کامپوزیشنتون، شد لایه شماره 20. و کنترل شیفت رایت براکت رو بزنین میره بالاترین لایه توی کامپوزیشنتون میشه. بسیار خوب، فکر میکنم توضیحاتی که داشتیم در مورد جزئیات بیشتر روی کامپوزیشن تقریبا روشون صحبت کردیم. میتونیم یک گزینه دیگه در تو قسمت سویچ ها که حالا روشون باید بیشتر صحبت کنیم، توی سویچ ها هم صحبت کنیم. ببینید ما اومدیم اینجا یه سری گزینه ها مثل گزینه هایت، آدیو، سولو، لاک و بخشی که میتونستیم دسترسی داشته باشیم به ترانسفورم و آدیو بیاریم سراغ این قسمت. خب رنگ لایه توی تایملاین، شما میخواین رنگ لایه‌تون رو عوض کنین توی تایملاین، هیچ تأثیری توی هیچ قسمتی نداره، فقط رنگ رو تو اینجا عوض میکنه. شماره لایه که مهم هست، خب مطمئنم شماره بندی که شما اینجا دارین توی بالا و پایین بودنشون و خیلی چیزهای دیگه در تأثیر داره. نام لایه که شما اینجا میتونین اینتر اصلی توی کیبوردتون رو بزنین و هر اسمی رو که میخواین برای لایتون در نظر بگیرین، هر چیزی که دوست داشته باشین رو میتونین در نظر بگیرین. خب کم کم وارد سویچ هایی میشیم که اینجا برامون خیلی مهمن. توی این ویدیو هم بعضیشون میپردازیم، یا سویچ های خیلی مهمی مثل کلاپس ترانسفورمیشن که توی ویدیوهای بعدی یاد میگیریم، بخش جداگانه و ویژه‌ای روشون داریم و کارهای خیلی جالبی انجام میدن. اما توی این کامپوزیشنی که اینجا داریم توش کار میکنیم، ببینید ما الان فرض کنیم با همین دوتا لایه سر و کار داریم که سولوشون کردیم و داریم با اینا کار میکنیم و این 18 تا لایه دیگر رو الان لازم نداریم، یعنی به کارمون نمیان، شاید یه مدت زمانی بخواییم کار کنیم و دیگه به اینها کاری نداشته باشیم. شما میتونین این ویدیوهایی که ازشون استفاده نمی کنین رو سلکت کنین، سلکتشون کنین و اینجا گزینه شای رو براشون فعال کنین. یعنی وقتی انتخابشون کردین روی این سویش شای اینجا کلیک کنین براشون فعال شد، اگه نگاه کنین این لایه شماره یک شای نشده، این علامت شای فرق میکنه اما این به یه شکل دیگه است. حالا ما برای هر لایه فعال کردیم شای رو، اما یک بار باید برای لایه فعال کنیم و این بالا دقیقا همین علامت رو توی این قسمت برای کامپوزیشن هم داریم که اگر این رو فعال کنین لایه هایی که سویش شای براشون فعال شده بود وجود دارن اما دیده نمیشن، یعنی شما دیگه توی صفحه ببخشید توی تایملاین نمیبینیشون. اما اگر بذارید من بهتون نشون بدم، مثلا من این رو هم میام فعال میکنم، خب این شای شده درسته، ما سویش شای رو براش فعال کردیم اینجا. ببینید از توی تایملاین اونی که سویش شای رو براش فعال کرده بودیم، یعنی این هنوز هست توی پنل کامپوزیشن و توی تصویر دیده میشه اما توی تایملاین دیده نمیشه. محیط کار رو خلوت میکنین برای اینکه راحت باشین، چند دقیقه بتونین راحت کار کنین، کارتون رو این لایه ها انجام بدین، هر تغییری که دوست دارین توی فرزن انکور پوینت پوزیشن اسکیل روتیشن و اپاسیتیش بدین یا تو ترانسفورمش هر کاری خواستین انجام بدین و نهایتا هر موقعی که کارتون موینا تموم شد و خواستین برین سراغ لایه های بعدی برین سویش شای رو بردارین، خیلی راحت. خب با بخش آدیو هم توی ویدیو قبلی آشنا شدیم، شما میتونین با آدیو لیول تا مثبت 12 دسیبل و منفی 48 دسیبل کار کنیم و صدا رو یا تقویت کنیم یا اینکه کم کنیم. به راحتی میتونیم با این گزینه ها کار کنیم و ازشون استفاده لازم رو ببریم. خب من میبندم بخش آدیو رو هم، مطمئنا رو آدیو و افکت هایی که ما برای این بخش داریم توی شاخه افکت آدیو روش بیشتر صحبت میکنیم، افکت جالبیه و گاهن برای ادیت های ساده صدا، حتی بعضی وقتا ادیت های پیشرفته صدا شما میتونین کمی از اینها استفاده کنین و مطمئنن گزینه های کاربردی هستن. خب من سویش شای رو از اینجا خاموش میکنم، میتونین لایه هایی که اینجا بودن رو ببینین توی تایملاین. بسیار خوب، از شای هم استفاده کردیم تا به اینجای کارمون. وارد یه سری جزئیات کوچیک دیگه میشیم. من این کامپوزیشن رو میتونم کلن پاکش کنم یا کنترل A میزنم توی کامپوزیشن، پنل کامپوزیشن رو سلکت میکنم، کنترل A میزنم تمام لایه ها رو سلکت میکنم و دیلیتشون میکنم. خب ما این ویدیو رو میتونیم اینجا روش دابل کلیک کنیم. خوب توجه کنیم قبل از اینکه وارد کامپوزیشنش کنیم، میتونیم دابل کلیک کنیم روی این قسمت، روی خود ویدئومون این بالا، بیاین رو زمان مورد نظرتون مثلا
این قسمتش رو شما از جایی که مثلا این درخت میخواد وارد تصویر بشه، تنه درخت این خط میخواد وارد بشه، قبل اینو لازم ندارین. یعنی ببینید از اینجا تا اینجا رو نمیخواین داشته باشین، به قبل رو میتونین همینجا قبل از اینکه ویدیوتون رو وارد تایملاین کنین عمل تریم کردن رو انجام بدین. خب نگاه کنین، من اینجا میام تریم میکنم این قسمت رو و تا کجا میتونیم پیش بریم؟ تا قبل از اینکه این المانی که تو تصویرمون هست این دیده بشه، میام عقب و دقیقا جایی که خواست وارد بشه تا اینجا تریم میکنم. من همین بخش رو میخوام، دابل کلیک میکنم روی فوتیج اینجا و مشخص کردم که کدوم بخش رو میخوام. حالا دو تا گزینه داریم، ریپل اینسرت ادیت و اورلای ادیت. چه کار میکنه؟ ببینید گزینه اورلای ادیت رو وقتی شما میزنین دقیقا همون جایی که سی تی آی هست ویدیو رو اون بالا تریم میکنه و اینجا بهتون نشونش میده، یعنی میارش داخل کامپوزیشن و خیلی جالب قبل و بعدش رو همون جایی که شما سلکت کردین رو تریم کرده. فقط یه چیز رو خاطرتون باشه، ما روی لایه اینجا دابل کلیک کردیم، وقتی دابل کلیک میکنین توی پنل پروژکت روی یک ویدیو یا عکس انتقالش میده تو پنل فوتیج و اینجا بهتون نشونش میده. توی فوتیج شما همچین امکانی رو دارین برای تریم کردن. ببینید ما توی کامپوزیشن میتونیم اطلاعات توی کامپوزیشنمون ببینیم، اما توی فوتیج فقط میتونیم تصویرمون رو ببینیم، یعنی فوتیجی که روش کار کردیم رو ببینیم. خیلی خوب، من اینجا این کار رو کردم. اما گزینه دیگه‌ای که داشتیم به نام ریپل اینسرت ادیت، این چه کار میکنه؟ فرض کنید من یه ویدئوی دیگه هم توی پنل کامپوزیشن هم میارم، خب این ویدئو رو وارد میکنم و دوباره روی این ویدئو دابل کلیک میکنم توی فوتیج، ببخشید این ویدئو، خب روی همین زمان این دفعه ریپل اینسرت ادیت رو میزنم. کاری که انجام میده اینه که ویدئوی پایینی رو اومد اینجا اسپلیت کرد. ببینید ویدئوی پایینی رو اسپلیت کرد دقیقا از اینجایی که سی تی آی بود تا این زمان پلی شد، از اینجا اسپلیت میشه، یادتون هست فرمان اسپلیت لایر، تا اینجا اسپلیت شد، ویدئویی که ما میخواستیم رو قرار داد تا همونجا و ادامه ویدئو اول رو دوباره اینجا پخش میکنه. کنترل زد میزنم. خب پس ببینید کاری که انجام میده اینه که حالا اگه ما بخوایم دستی انجام بدیم سلکتش میکنم کنترل شیفت دی مثلا تا اینجا میکشمش جلو، این ویدئو رو وارد میکنم اینجا و دقیقا این کار رو انجام داد اون ریپل اینسرت ادیت. فقط اتوماتیک، لازم نیست دیگه شما کار اسپلیت رو انجام بدین هر جا که خواستین، از مثلا تا ثانیه 4 این پلیشه بعد این تصویر بیاد وسط و اینکه تموم شد باز ادامه تصویر اولتون بره، میتونه تو موارد خاص براتون کاربرد داشته باشه بسته به کاری که دارین انجام میدین. بسیار عالی. خب من کارم با این قسمت هم تموم میشه، کلا میتونم کامپوزیشن رو دیلیت کنم، دیلیت رو میزنم. بسیار عالی، یه کامپوزیشن جدید میسازم با یک استاندارد که تصویر بزرگی نداشته باشه مثل NTSC DV و حدودا 10 ثانیه قرار میدم کامپوزیشن هم. خب توی ویدیوهای قبلی ما با محیط آشنا شدیم و توی ویدیوهای قبلی یعنی ویدیو شماره دومون با گزینه های بخش ترانسفورم هم آشنایی های ساده‌ای پیدا کردین. من این ویدیو رو اینجا وارد میکنم، اومدیم توی بخش ترانسفورم و این گزینه ها رو شناختیم. اما سوالی که اینجا پیش میاد اینه که متحرک سازی پوزیشن، اسکیل، روتیشن، اوپاسیتی و انکور پوینت به چه صورت هست؟ خب خیلی راحت این کار انجام میشه. شما میتونین برای پوزیشن اگه بخواید در واحد زمان مثلا از ثانیه 0 تا 4 تصویرتون از ببینید از سمت چپ پنل کامپوزیشن اینجا وارد شه و از سمت راست به این شکل خارج شه، بخواید همچین چیزی رو داشته باشیم، کارهای خیلی ساده میخوایم انجام بدیم که هم کم مطمئنا اینا پیشرفته تر میشه. توی این چند جلسه ما فقط قوانین مربوط به بخش انیمیشن رو یاد میگیریم، خیلی ساده و ابتدایی، تمرین های کاربردیش توی جلسات عملیمون هست. خب من این تصویر رو میخوام بیارم سمت چپ، خیلی دقیق نمیخوام، اگر موس خوبی ندارین، اگر
ممکنه با جابجا کردن یکم دستتون لرزش داشته باشه و ببین بالا و پایین بره، برگردوننش دیگه ببین یه خورده از پایین و بالا ممکنه بیرون بزنه یا اینجا بیاد بالاتر. برای اینکه خیلی دقیق این کارو انجام بدین، اولا که ویدیو رو سر جاش برمیگردونم، کنترل آلت اف یا میتونم ترانسفورم فیت تو کامپرو بزنم تا برگردم سر جای عادی. اما اگه خواستین خیلی دقیق اینو بکشینش سمت چپ، اول شروع می‌کنین به درک کردن تصویرتون، کلید شیفت رو نگه می‌دین، شیفت کار قفل کردن تصویر رو انجام میده، یعنی دیگه موستون رو بالا و پایین ببرین بالا و پایین نمیده، فقط چپ و راست میده، مگه اینکه خیلی موستون رو بیارین بالا تا دیگه فقط بالا و پایین بره و چپ و راست نره، یا اینکه خیلی بیارین پایین تا به این شکل باشه. خیلی خوب، من برای اینکه بخوام در واحد زمان یک انیمیشن یا یه حرکت ساده یه حالت تغییر به پوزیشنم بدم، گزینه سمت چپ پوزیشن داریم یا علامتی داریم به نام استاپ واچ، خب که برای ایجاد کی فریم هست. کی فریم ها اطلاعات رو توی خودشون ذخیره میکنن، الان باشون بیشتر آشنا بشین. ببینید جلوی پوزیشن توی تایملاینمون هیچی نیستش، وقتی من میام این استاپ واچ رو فعال میکنم یک علامت به نام کی فریم روی تایملاینمون ظاهر میشه. حالا من موسم رو روی کی فریم میبرم، خوب توجه کنید، اطلاعاتی برام نمایش میده، اطلاعات زمانی، میگه کی فریمتون توی ثانیه 0 هست و مختصاتش خوب ببینید روی منفی 450 240، دقیقا همین چیزی که اینجا نوشته، یعنی اینجا این کی فریم که اینجا زده شد به همون میگه اطلاعات پوزیشن ما تو این زمان ثبت شده و همینه. حالا من میام میگم توی ثانیه 4 اطلاعات حرکتی ما، سلیکت میکنم ویدیو رو، ببینید یه مشکلی خیلی دارن توی افتر افکس با کلید شیفت، شما کلید شیفت رو نگه میدارین و میان لایه رو جابجا کنین اما میبینین جابجا نمیشه. خاطرتون باشه همیشه شما با عملی که میخواین انجام بدین رو شروع کنین، وقتی یکم جابجا کردین بعد شیفت رو نگه دارین، این خیلی مهم است. بسیار، یه سری اتفاقات افتاد این دفعه با تغییر مکان پوزیشن جسممون یا تغییر پوزیشن، میبینین که اولا توی مقصدمون اینجا هم یک کی فریم دیگه زده شد و یک خط بین این دو مکان هست. خب ببینید توی ثانیه 0 یا فریم 0 پوزیشن یک کی فریم داشت اینجا و توی ثانیه 4 هم یک کی فریم داره اینجا. نرم افزارهایی که امکان انیمیشن رو انیمیت رو تو خودشون دارن میان این بین رو حرکت رو خودشون شبیه سازی میکنن و میسازن. حالا ما اینجا یه سری علامت ها داریم، مثلا ابتدای حرکتمون اینجا یه علامت داریم، یک حالت مربع هست، یه مربع انتها داریم و یه سری نقطه چین هم این وسط داریم که حالا باید ما اینها رو بشناسیم دقیقا چی هم و کاربردشون چیه و حتی یک سری مربع های بزرگتر باز این وسط داریم که اینها رو هم باید بشناسیم. خیلی ساده الان در موردشون صحبت میکنیم، من کمی اسکیل ویدئوم رو کم میکنم که بتونیم راحت تر در موردشون صحبت کنیم. خب و میتونم پوزیشن هم رو بجن که از بیرون تصویر باشه، خب من پوزیشن رو به این شکل میارم داخل تصویر، شد نه مکانش خوبه و در این جهت هم میارم بیشتر داخل تصویر. بسیار عالی. برای اینکه مکان رو تغییر بدین حتما لازم نیست که با پارامتر این کار رو انجام بدین، ما ابتدا و انتهای مسیرمون شکل کی فریم ها رو داریم که میتونیم بگین این کی فریم صفرمون ابتدا اینجا باشه، مبدأ اینجا قرار بگیره، مقصد اینجا باشه. ادیت دستی فوق العاده جالب و ساده ای داریم که مطمئنا از کار کردن باش لذت میبرین. بسیار خوب، من یه حرکت به این شکل دارم که فریم آخر هم میخوام تصویرم اینجا باشه، اما این نقطه چین وسط، این خطی که اینجا وسط شده بهش اصطلاحا یه موشن پس یا مسیر حرکت. خب توی مسیر حرکتتون، خب شما ابتداش که خود کی فریم رو میبینید و یه سری نقطه چین خیلی ریز میبینید، اینها فریم ها هستن. خوب توجه کنید، من پیج دان که میزنم یا کنترل رو نگه میدارم، فلش راست رو میزنم تو یه فریم جلو برم که کار نکست فریم رو انجام میده، اینجا اگر نگاه کنید انکور پوینت لایه‌ای که داریم با پیج دان فریم فریم میان جلو میپره روی این بعدی 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 و فریم فریم جلو میره، پس اینا هر کدوم فریم های این وسط هستن. خب ما کامپوزیشنمون 30 فریم بر ثانیه است، اگر 4 ثانیه طول انیمیشن یا حرکتمون باشه 4 تا 30 تا یعنی 120 تا نقطه این وسط داریم، خاطرتون باشه، پس اینا هر کدوم فریم ها هستن. خب نکته جالبی که وجود داره اینه که اگر شما کی فریم هاتون رو از هم دور کنین، خب اگر کی فریم ها رو از هم دور کنین،
تعداد این نقاط بیشتر میشه. یعنی مثلا توی 6 ثانیه ما با چند تا کی فریم داشته باشیم باید 180 کی فریم، ببخشید 180 فریم داشته باشیم. یعنی به جای اینکه توی 4 ثانیه داشت پلی میشد و 120 فریم بود، حالا توی 180 فریم پلی میشه. خب وقتی زمان افزایش پیدا کنه کنتر پخش میشه انیمیشن. من میتونم صفر توی نامبر پد رو بزنم، صدا رو هم خاموش میکنم. ببینید سرعت آرومتر هست. حالا میتونین بیاین مثلا این رو بگین توی 2 ثانیه پلیش، یعنی بجای 180 فریم توی 60 فریم پلیشن. حرکت خیلی سریعتر هست. خاطرتون باشه این دور کردن کی فریم ها از هم توی هر نرم افزاری که امکان ثبت کی فریم و انیمیشن رو داره، دور کردن کی فریم ها از هم یعنی رنج زمانی بیشتر و کنتر شدن حرکت، و نزدیک کردن کی فریم ها به هم برعکس باعث تسریع حرکتتون میشه. اگه توجه کنین تعداد فریم ها کاهش پیدا کرد، یعنی به جای اینکه از این بعد توی مثلا 180 فریم توی 6 ثانیه پلیشه، توی 1 ثانیه یا 30 فریم پلی میشه. یعنی 30 تا پرش میزنه تا نهایتا برسه به انتهای مسیرمون. اما این وسط ما یه سری نقاط دیگه هم داشتیم. بذارید من کی فریم رو انتقال بدم به ثانیه 5، یعنی 150 فریم توی مسیر حرکتمون قرار بگیره. یه سری نقاط دیگه هم داشتیم که به صورت مربع هستن. اینا هندل هایی هستن که شما با استفاده از اینها میتونین مسیر حرکتتون رو توش انحنا ایجاد کنین و خیلی عالی استفاده از اینها. مطمئنن شما هم در طول کارتون از این هندل ها استفاده میکنین و براتون واقعا مفید هست. شما میتونین مثلا این مسیر حرکت رو به این شکل داشته باشین. هندل ها در حقیقت کار ما رو ساده میکنن. به جای اینکه شما با 5-6 تا کی فریم کنترل زد میزنن، با 5-6 تا کی فریم بیاین یه مسیر حرکت حالت قوس رو ایجاد کنین، خیلی راحت با 2 تا کی فریم میتونین این کار رو انجام بدین. بسیار مفید و جالب هستش. صفر نامبر پد رو میزنم، حرکتم رو ببینید، تونستم یه حرکت به این شکل گرد داشته باشم. خب من کی فریم اول رو میذارم اینجا و کی فریم دوم رو میتونم کی فریم رو انتخاب کنم و بیارمش اینجا توی تصویرم. کی فریم اول انتقالش میدم اینجا و خیلی راحت میتونیم یه حرکت به این شکل داشته باشیم. کی فریم ها امکان انتقال به لایه های بعدی رو هم دارن. بیایم ببینیم دقیقاً چه کارهایی میشه انجام. این تصویر رو میارم، اس میزنم برای اسکیل، کوچکترش میکنم و روی این لایه قرار میدم. خب روی این لایه قرارش میدم. میتونم یک لایه دیگر رو بیارم، اس میزنم برای اسکیل، کوچکترش میکنم، اینجا قرار میدم و دستی اسکیلش میکنم. بسیار عالی. میتونیم برای چند لایه این کار رو انجام بدیم. لایه بعدی آخرین لایه هست. شیفت رو نگه. ببینید ما اگر لایه رو اسکیل کنیم، کوچیک و بزرگ کنیم، به این شکل، گفتم کلید شیفت خیلی برامون حیاتی هست. نسبت لایه‌مون به هم میخوره، نسبت اندازش. در حالی که دارین اسکیل میکنین، اگه کلید شیفت رو نگه دارین، نسبت‌ها ثابت میمونن. یادتون باشه اول شیفت رو نگه نمیدونیم بعد اسکیل کنیم، چون اتفاقی نمیفته. اول عملی که میخواین رو انجام میدین، بعد میتونین شیفت رو نگه دارین و کوچکترش کنین. خیلی خوب میارمش اینجا، تقریبا کارم تموم شد. خب شما میتونین خیلی راحت همه لایه ها رو سلکت کنین، کلید پی رو بزنین و کی فریم ها رو انتخاب کنین. کیفریم های این لایه رو، برای انتخاب کیفریم ها چند تا راه دارین. یک، این کیفریم ها، این کنترل رو نگه دارین، کلیپ کیفریم رو نگه دارین، کنترل رو نگه دارین، کیفریم بعدی رو هم انتخاب کنین. این یه راهش هست. یا درگ کنین هر دو تا توی سلکشنتون قرار بگیرن و توی سلکشن ریجن قرار بگیرن و انتخابشون کنین. یا راه بعدی اینه که شما روی اسم پارامترتون، اسم کلا بخشی که اسم پوزیشن کلیک کنین، روش کلیک کنیم و تمام کی فریم هاش انتخاب میشن. انتخاب میکنیم، ادیت کپی یا کنترل سی رو میزنیم، کنترل سی، و روی لایه های بعدی روی پوزیشنشون ادیت پیست کنترل وی، یا میتونیم خودتون دستی کنترل وی بزنید یا از اونجا پیستش کنیم. خب کنترل وی میزنم. فقط این نکته که وجود داره توی پیست کردن اینه که هر جایی که سی تی آی رو قرار بدین همونجا کنترل وی بزنین، همونجا پیست میشه. کنترل زد میزنم. خب من کنترل وی رو این میزنم و
کنترل وی و کنترل وی روی همشون پیست کردم. خب ببینید هر چهار تا با هم حرکت میکنن. کاری که میخوام بکنم اینه که شیفت پیج دان بزنم، پیج دان فریم فریم میرفت جلو، شیفت پیج دان 10 فریم 10 فریم، دو تا شیفت پیج دان بزنم و بگم با فاصله 10 فریم یا یه شیفت پیج دان دیگه با فاصله 30 فریم که یک ثانیه میشه لایه ها رو قرار بدیم. ببینید لایه بعدی با تاخیر، لایه بعدی با تاخیر دیگه، یعنی تو 2 ثانیه بیاد، میخوام یک ثانیه تاخیر توشون بیفته و بعدی به این شکل. بسیار عالی، ببینید ما یه حرکت خیلی جالب اومدیم توی تصویر به این صورت ایجاد کردیم و یه حرکت برای لایه هامون در نظر گرفتیم. خب این میزنم اینجا تو ورک ایریامون تا اینجاست، هیچ لایه صدا نداره. نه سیفتی نامبر پت پلی کنم ببینیم چی داریم. پس یه حرکت خیلی ساده و جالب برای لایه هامون در نظر گرفتیم و تونستیم بهشون حرکت بدیم. حالا فرض کنیم که میخوایم حرکت لایه هامون رو سریع‌تر کنیم و مثلا به جای اینکه توی حدود 8 ثانیه حرکت اینها اتفاق بیفته، میخوام توی حدود 5 ثانیه اتفاق بیفته. شما میتونید ببینید دونه دونه بیان کیفرم ها رو دستی بکشین. دو تا مسئله اینجا وجود داره، یکی اینکه ممکنه چون تعداد کیفرم ها زیاد میشه دقتتون رو از دست بدین، یک دوم اینکه زمان دقت، یعنی اینکه مثلا یه دونه رو یک ثانیه بکشین جلو، یه دونه رو یک ثانیه و 3 فریم، یه دونه رو یک ثانیه و 5 فریم کنترل زد میزنن و ممکنه گاهی خارج از حوصله هم بشه، یعنی شما 20 تا لایه دارین، هر 20 تا رو میخواین این کارو انجام بدین. خب روش ساده تر اینه که کل کیفرم ها رو انتخاب کنین، کلید alt رو نگه دارین و آخرین کی فریمتون رو ببینید، آخرین کی فریم، یعنی آخرین کی فریمی که تایملاین دیده میشه در عرض تایملاین، آلت رو نگه دارین و کی فریم رو درگ کنید. ببینید اگر به صورت عادی درگ کنین، یعنی هیچ کلیدی مثل آلت رو نگه ندارین، میتونین اسکرولشون کنین چپ و راست ببرینشون و جابجاشون کنین. خب اما اگه کلید آلت رو نگه دارین، اولین کی فریم یا آخرین کی فریم تو تایملاین کنترل زد میزنم، آخرین کی فریمی که تو تایملاینتون دیده میشه رو بگیرین، میتونین خیلی راحت زمان رو کم کنین. ببینیم حالا خب فقط مشکلی که به وجود اومد اینجا اینه که ما کی فریم ها رو کنترل زد میزنم کشیدیم عقب، از لایه هامون ببینید از لایه ها عقب تر اومدن، یعنی اول لایه شروع میکنه به حرکت، چند لحظه بعد تصویرش شروع میشه. خب توی همچین مواقعی بهتره که بذارین من بیام کلن کیفریم های این لایه ها رو خاموش کنم. برای خاموش کردن کیفریم ها یا از بین بردن انیمیشن چند تا کار میتونین انجام بدین. یک اینکه اینا رو انتخاب کنین و دیلیتشون کنین، یه مورد اینه. اینکه بیان رو پوزیشن اینها کلیک کنین روی استاپ واچ پوزیشن و کلن کیفریم خاموش میشه. خب این لایه ها رو انتخاب میکنم و لفت برکت رو میزنم که همه برگردن ابتدای تایملاین. چیزی که ایدئال هست برای حرکت اینها اینه که مثلا فرض کنید من توی یک ثانیه میخوام حرکت کنه و بالا برسه، کنترل سی میزنم. شما کاری که میتونین انجام بدین اینه که اینها رو انتقال ندیم به جلو، کنترل وی میزنم روی این هم، کنترل وی روی این هم، کنترل وی. شما میتونین کی فریم ها رو بکشین جلو، مثلا میخوام توشون 15 فریم اختلاف بیفته، هر سه تا لایه کی فریم هاشو میکشن جلو. اینا تکنیک های مختلفی هست که خودتون میتونین به راحتی بهشون برسیم و نتیجه گیری کنین. بعدی و 15 فریم بعدی بیاد. خیلی از هم دور شدن، میتونیم این اختلاف رو کمتر کنیم، مثلا 10 فریم یه چک بکنیم ببینیم چی میشه. بازم از هم دورن، 5 فریم 1 2 3 4 5 6 شد 6 فریم بینشون اختلاف اندازن. بد نیست، 6 فریم بینشون اختلاف انداختن. باز این بعدی 1 2 3 4 5 6 6 فریم دیگه اختلاف انداختن، با پیج دان 6 بار پیج دان زدن تا به اینجا رسیدن و برای بعدی به همین شکل تا اینها خیلی سریع پشت سر هم حرکت کنن. این میزنم ورک اریام رو تا همینجا تا 3 ثانیه محدود میکنم و میبینید که یه حرکت سریع برای لایه هم داره. میگین بسته به خودتون هست که سرعت رو تنظیم کنین. همه رو سلکت میکنم، آلت رو نگه میدارم روی کیفریم آخر، به صورت دست جمعی زمان رو ادیت میکنم.
ان میزنم تو ورک ایریام اینجا تا اینجا و خیلی عالی یه حرکت دارم برای تصاویرم. خب نکته بعدی که وجود داره و اینجا میتونیم ازش بهره ببریم اینه که شما میتونین حتی لایه‌های مختلف رو بیاین که فرم‌هاش رو انتخاب کنین و هندل‌ها رو به شکل‌های مختلف ادیت کنین. این دیگه کاملا بحثیه که به خودتون برمیگرده چطور بخواین یه حرکت داشته باشین. لازم نیست حتما حالت مرتبی داشته باشه، کاملا بسته به خودتون هست. شما خلاقیت زیادی میتونید به خرج بدین، همیشه نظم و ترتیب زیباترین کارها رو به وجود نمیاره. شما شاید با تغییر ساختارها هم بتونین کارهای جالبی انجام بدین. سعی کنین تمامی حالتهای ممکن و موجود رو بررسی کنین، ممکنه گاهی اوقات توی بی‌نظمی ها هم حرکات جالب و اتفاقات جالبی کشف کنین. خب توی حرکتی که ما برای این تصاویر داریم حرکت سریع هست. توی حرکات سریع توی نرم افزارها و کلن کارهای گرافیکی ما افکتی داریم به نام موشن بلور. خب که موشن بلور رو میتونم برای این لایه ها فعال کنم. فعلا ما سویش شای رو اینجا یاد گرفتیم، موشن بلور رو هم اینجا فعال میکنیم برای هر چهارتا و اتفاق نیفتاد. خب مثل شای که اینجا فعال کردیم، دوتا جلوتر موشن بلور رو داریم که فعالش میکنیم و توی حرکتشون یه حالت موشن بلور رو به وجود میاره که تو واقعیت هم مطمئنن خیلی زیاد دیدین و شما میتونین حرکت سریع اینها رو بهتر نشون بدین. خب من کی فریم های اینا رو از دست دادم، یعنی نمیتونم کی فریم هاشون رو ببینم. میتونم پی بزنم برای پوزیشن و کی فریم های پوزیشن اینها رو ببینم، اما فرض کنید که ما مثلا برای یک لایه مثل این آر بزنیم برای روتیشن، توی فریم 0 کی فریمش رو فعال کنم، مثلا روی منفی 17 درجه بذارمش و توی انتها پوزیشنش رو نگاه میکنم تا فریم چند بود، تا اینجا آر بزنم برای روتیشن و به این شکل میچرخونمش، یعنی این لایه به این شکل یه روتیشن هم داشته باشه توی ابتدای مسیرمون، به این سمت متمایل باشه و تا انتها به این سمت بره. یا مثلا فرض کنید این لایه توی فریم اولش، اینجا اسکیل رو فعال میکنم اسکیلش 0 بشه و مثلا تا اینجا که به انتها میرسه اسکیلش به حالت عادی برگرده. خب ببینید، پس شما کارهای مختلف میتونید انجام بدین. حالا یه نکته میخوام اینجا بهتون بگم، یه برای این لایه همینطور میتونید یه اسکیل و روتیشن با هم داشته باشین، S Shift R اسکیل و روتیشن رو با هم بیاریم و تا این انتهای مسیر که میرسه مثلا روتیشن رو خیلی زیاد کنیم، توی فریم اول روتیشن کمتر بشه، اسکیل هم به همین شکل کوچیک‌تر و تا انتهای مسیر شاید خیلی بزرگ بشه. کارهای مختلف میتونید انجام بدین. خب شاید مثلا یه اوپاسیتیش کم باشه، خب شیفتی میزنم اوپاسیتی هم بیاد، اوپاسیتی رو کی فریم میزنم 0 میکنم تا فریم نهایی یا حتی زودتر یه خورده زودتر مثلا اواسط اوپاسیتیش 100 شده باشه. یه روتیشن شیفت آر میزنم، روتیشن هم بهش میدم تا تقریبا برعکس باشه 180 درجه منفی 180 درجه و تا این انتها یا کمی زودتر به 0 برگرد. یه حرکت خیلی کلن یه صفحه خیلی پویا و جالب از چند تا تصویر داریم که به سمت دیگه میان و شاید منظوری رو بیان کنن یا کلن یه پیش زمینه ذهنی برای مخاطب ایجاد کنن. دیگه بسته به خودتون هست که چطور بخواین یه کار رو نشون بدین یا یه تصویر رو نشون بدین. اما اگر توجه کنین ما برای هر لایه کی فریم های مختلفی مثل روتیشن، پوزیشن، اسکیل، اوپاسیتی ایجاد کردیم. حالا شما میخواین توی یه آن مثلا توی این تصویر تمام کی فریم ها رو ببینین، خب نمیتونین برای یکی یکی بیاین پوزیشن، روتیشن، اسکیل رو بیارین. مثلا شاید
توی یه لایه، مثلا من فقط توی این لایه اوپاسیتی دادم و توی بقیه اوپاسیتی وجود نداشت، پس نیازی نیست شما برای همه اوپاسیتی رو بیارین و تایملاینتون رو شلوغ کنین. دنبال دستوری میگردیم که دنبال شورتکاتی میگردیم که خیلی جالب فقط کی فریم های لایه ها رو بهمون نشون میده. اون کلید کلید یو هست. شما لایه ها رو که انتخاب کنین و کلید یو رو بزنین، فقط پارامترها و گزینه هایی رو بهتون نشون میده که کی فریم خوردن و شما حالا میتونین اونها رو ببینیم، بهشون اشراف داشته باشیم. مثلا خب تو این لایه اسکیل کی فریم نخوره، تو این یکی اسکیل و اوپاسیتی کی فریم نخوره، پس دلیل نداره دیده بشن وقتی شما نیازی بهشون ندارید. خب پس با کلید یو میتونین همچین کاری انجام بدین. اما فرض کنیم که تو این لایه ما کی فریم هایی که داشتیم یو میزنم، ببینید اگه هیچ لایه انتخاب نباشه یو رو بزنین، تمام لایه ها کی فریمش دیده میشه. اما اگه همین یه لایه رو انتخاب کنین یو بزنین، فقط کی فریم های همین دیده میشه. خب من اوپاسیتی اینو کمی کم میکنم، یه دونه یو میزنم. خب اسکیلش هم کی فریم نداره، اسکیلش رو هم کمی دستکاری کردم، قبلا 100% بود 8%ش کردم. تو این لایه اوپاسیتی کی فریم نخوره، تو اینم دستکاری میکنم. تو این لایه اسکیل نه، تو این چی. خب حالا ببینید ما توی هر کدوم اینها اومدیم یه سری پارامترها رو تغییر دادیم. مثلا توی این چیا رو داریم، پوزیشن، روتیشن، اوپاسیتی، اینا رو کی فریم زدیم و اسکیلش رو هم کمی کم کردیم تا از کامپوزیشنمون کوچیک‌تر بشه و بتونیم توی صفحه حرکتش بدیم. یا توی این لایه پوزیشن و روتیشن، اما اومدیم تی میزنم، اوپاسیتی رو هم کمی دست دادیم و اسکیل هم کم شده. خب اگر شما کلید یو رو بزنید توی کیبوردتون، فقط پارامترهایی که کی فریم خوردن رو نشون میده. اما اگر روی کیبوردتون دو تا یو پشت سر هم بزنین، تمام پارامترها و گزینه‌هایی که تغییری توشون ایجاد شده، تمام پارامترها و گزینه‌هایی که توشون تغییری ایجاد شده، مثلا اوپاسیتی توش تغییری ایجاد شده پس نشونش میده، اسکیل توش تغییری ایجاد شده پس نشونش میده. خیلی جالب و ساده، پس شما میتونید همچین کاری رو انجام بدید، بتونین کلن لایه هایی که کی فریم خوردن یا تغییرات توشون ایجاد شده رو ببینید. ببینید توی بخش انیمیشن هم شما دارید انیمیتینگ پراپرتیز، کلید یو هست. شما میتونید فقط پارامتر کی فریم خورده رو ببینید و ریویل مودیفاید پراپرتیز، دو تا یو میزنید در هم خیلی سریع تا تمام گزینه هایی که کی فریم خورده، ببخشید، تغییری توشون ایجاد شده رو نشون بده. خب ما گزینه های خیلی بیشتری تو تایملاین رو شناختیم، خیلی شورتکات ها رو با هم بررسی کردیم، شورتکات های مهم بودن. حتما سعی کنین تمرکز زیادی داشته باشین روی شورتکات ها و کار کردن باهاشون. اگر شروع کارتون هست عادت بدین خودتون رو که حتما با شورتکات ها کار کنین، واقعا مهم هست کار کردن زیاد با شورتکات ها. این یه مورد. و خیلی ساده یاد گرفتیم که حرکت هایی توی صفحمون ایجاد کنیم، یه حرکت ساده ایجاد کردیم برای تصاویرمون. شما میتونین کاری زیادی انجام بدین. مثلا میگم بهتون یه لایه رنگی، میان تو لایر نیو، لایر نیو سالید، شورتکاتش کنترل وای هست. سالید رو فکر میکنم توی ویدیو قبلی ازش استفاده کردیم. یه لایه رنگی بهمون میده که شما میتونین از این لایه رنگی تو کارهای مختلفی استفاده کنین. مثلا من میام توی این لایه رنگی، میخواین برای خودتون توی برای کاری که دارین انجام میدین، برای فعالیتی که دارین، یک تبلیغ خیلی ساده ایجاد کنیم توی شروع کارتون. میتونیم پی بزنیم برای پوزیشن، کی فریم بزنیم برای پوزیشن، توی یک ثانیه این سالید بیاد بالا بودن تا اینجا باشه و خب میخواییم تا اینجا مکان سالید ثابت باشه و بعد بیاد پایین، یعنی ببینیم تا ثانیه 3 مکانش ثابت باشه و تا 4 بیاد پایین. خب ما همچین کاری کردیم، بیایم یه چک بکنیم، از 0 تا 1 میاد بالا، بعد اینجا تا 3 ثابت باشه و 3 تا 4 بره پایین. مشکلی که وجود داره اینه که از 1 تا 4 میاد پایین. چرا؟ چون ما نتونستیم چیزی تعریف کنیم بگیم تو تا 3 ثابت باشه، 3 خالیه، از 1 تا 4 میاد پایین. کنترل زد میزنم. خب پس ما باید یاد بگیریم که کی فریم های دو تا کی فریم یکسان. ببینید ما میخوایم ثانیه 1 تا 3 توی همین مختصات 360 451 ثابت بمونه. چند تا کار میشه کرد؟ باید یک کیفریم همسان مثل این رو روی 3 هم قرار بدیم. ببینید
انتخاب میکنم این کیفریم رو، کنترل سی میزنم و میام روی سیف، کنترل وی میزنم. دو تا کیفریم یکسان پشت سر هم، یعنی یک ثابت بودن، حرکت ثابت، یعنی سکون تا سه اینجا ثابت هست و تا چهار میکشمش پایین. میتونیم چک کنیم، سیفت نامبر پد رو میزنم، میاد بالا، چند لحظه ثابت هست و میره پایین. بسیار عالی. خب حالا میتونیم از ابزار تکست استفاده کنیم که تو جلسات آینده مطمئنن به دردمون میخوره و در موردش خیلی بیشتر صحبت میکنیم. شورتکاتش کنترل تی هست توی صفحتون. به واسه اینکه رو تکست کلیک میکنین، دو تا پانل جدید به نام کاراکتر و پاراگراف باز میشن که روشون مفصلا صحبت هایی داریم توی جلسات مربوط به تکست. میتونین هر چیزی که تو ذهنتون هست رو تایپ کنین، شماره تلفن، اسمتون یا هر چیزی که دوست دارین رو. میام روی ابزار سلکشن تول، کمی تکستم رو اس میزنم برای اسکیل بزرگتر میکنم. خیلی از این کارها رو میتونین توی قسمت کاراکترز برای بزرگ کردن، تغییر فونت و همچین کارهایی رو انجام بدین که الان بهشون نیاز نداریم اصلا در موردشون صحبت کنم. من تکست رو میارم اینجا و به واسه اینکه این بیاد بالا، پی میزنم برای پوزیشن، برای پوزیشن تکست. تا موقعی که اینا میرم بیرون، من الان خیلی رو زمان بندی حساسیت به خرج نمیدم. دلیلش هم اینه که ما تمرین های خیلی کاربردی و جالبی رو تو جلسات آینده انجام میدیم و الان رو زمان بندی ها و کندوتون بودن ها خیلی نمیخوام حساس باشیم. حالا البته خیلی راحت میتونیم زمان بندی ها رو درست کنیم. مثلا من میخوام خیلی آرومتر اینها اتفاق بیفته. خب ورک اریام رو میخوام تا این انتها باشه، یعنی کل کامپوزیشن رو در بر بگیره. روی ورک اریام دابل کلیک میکنم، بخوام ماکسیمایز بشه و اندازه کل کامپوزیشن بشه. میتونم دابل کلیک کنم. بسیار عالی. خب یکی از ویدیوهام خیلی کوتاهه، مثلا نمیتونم بگم توی 7 ثانیه به این بالا برسه. یو میزنم روش و زمانش رو فقط طولانی تر میکنم. میخوام از ابتدا شروع بشه تا اینجا بیاد. میتونم این ستای دیگه رو انتخاب کنم، یو میزنم و برای هر کدوم رنج های زمانی مختلفی رو در نظر میگیرم. برای آخری بسیار خوب یه چک میکنم ازشنم رو، روی همه لایه های یو میزنم. اگه یه بار یو بزنین تمام پارامترهای کی فریم دار رو نشون میده، یه بار دیگه یو بزنین همه از حالت نمایش در میاد. خیلی خوب، ما این سری حرکت ها برای اینها داریم. بسیار عالی. خب سالید و تکرام انتخاب میکنم، کنترل رو نگه میدارم، کلید یو رو میزنم و میخوام انیمیشن اینها هم کنتر اتفاق میفته. بسیار کار رو پلی میکنم، سیفت نامبر پد رم پریویو میگیرم در اصل و حرکت خیلی آروم تری داریم. پس بحث تایمینگ کیفریم ها هم بحث بسیار مهم و جالبی هست. شما میتونین حتی یه بکگراند هم این پشت در نظر بگیرین. مثلا یکی از این ویدیوها رو انتخاب میکنم. میتونیم کم کم کار با افکت ها رو هم یاد بگیریم. مطمئنم برامون میتونه اهمیت زیادی داشته باشه کار کردن با افکت ها. دلیت میکنم این ویدیو رو، یه ویدیو با کیفیت تر رو میتونم وارد کنم این زیر. بسیار تو اسم میزنم برای اسکیل آتر با کیفیت تر که منظورم سوژه هست، بتونم سوژه جالب تری رو ببینم. خب کار کردن با افکت ها رو میتونیم کم کم شروع کنیم. البته ما روی افکت ها صحبت های زیادی داریم. توی تصویری که میخواین افکت روش اعمال شه انتخاب میکنین، یعنی توی شاخه افکت مثلا یه افکت بلور میخوام، افکت فست بلور رو فلان استفاده میکنم. ما تو پانل پروژکت هستیم. خب به معنی اینکه یک افکت رو اعمال کنین روی تصویر، از پروژکت انتقال داده میشین توی افکت کنترلز و افکتی که اعمال کردین رو میتونین کنترل خیلی جالبی روش داشته باشین. خب من کمی بلور میکنم این تصویر رو، محو بشه و میام یه افکت دیگه، افکت کالر کارکشن تینت، این رو اعمال میکنم تا تصویر رو سیاه‌سفید کنه. حالا شدت تینت رو کمتر میکنم، اگه صفر باشه تینت هیچ تأثیری نداره، 100 باشه تأثیر 100%. مثلا روی حدوداً 30% میذارم، شدم بیشتر، حدوداً 50%. میتونم به تمام لایه هایی که حرکت دارن موشن بلور رو بدم
میتونم تصویر پایینی که افکتاش رو انتخاب کنم و پارامترشون تغییراتی بدم. حتی میتونین یک لایه صدا توی کامپوزیشنتون اضافه کنین که کار با صدا رو هم توی جلسات گذشته یاد گرفتیم. میتونیم صدا رو قبلش گوش کنیم. کلید نقطه توی نامبر پدتون پایین سمت راست کیبورد. خب بذارین من اون قطعه موسیقی دیگر وارد کنم. ببینیم این میتونه مناسب باشه برای کارمون یا نه. کمی میکشنش عقب‌تر و بسیار رم پریویو میگیرم. خب حالا بیم یه کار جالبتر انجام بدیم برای اینکه تکمیل بشه قطعه ای که ساختیم. کنترل وای میزنم، یک سالید جدید میسازم. سالید شورتش کنترل وای هست. کنترل وای، یک سالید مشکی میسازم. اوکی، سالید مشکی. اول تصویر میخوایم سیاه باشه به وسیله سالید مشکی. خب اوپاسیتی رو کیفریم میزنم. توی حدودا یک ثانیه میخوام تصویر به این شکل فید بشه بیایم تو تصویر اصلیمون. شاید توی حدودا دو ثانیه، شاید بیشتر، سه ثانیه، به این شکل. خب تا اینجا و از اینجا به بعد حدودا از ثانیه 7 تا 10 دوباره میخواییم بریم توی سیاهی. خب از 7 تا 15 تا 10 میتونین این کی فریم رو دوباره کنترل سی بزنین. اینجا کنترل وی. روش دیگه‌ای که توی افتر افکس داریم استفاده از این ابزار هست، گزینه اد اور ریموف کی فریم. وقتی اد اور ریموف کی فریم رو مثلا سی تی آی اینجاست میزنین، یک کی فریم یکسان با آخرین کی فریمتون اینجا ایجاد میکنه. بسیار خوب. و دوباره اپاسیتی رو 100 میکنم. بسیار خوب. من پانل کامپوزیشن رو انتخاب میکنم. وقتی پانل رو انتخاب میکنین میبینین که دورش یه خط رنگی ظاهر میشه. تیلدکی رو کلید بالای تب پایین اسکیپ رو میزنم. جلسه گذشته در موردش صحبت کردیم. آلت رو نگه میدارم و سلش رو میزنم فیت آپ تو 100% و کار رو سیف تو نامبر پد رو میزنم برای رم پریویو و پلی میکنم. رم پریویو میگیرم. خب اولین کار خیلی ساده خودمون رو تو افتر افکس با ابزارهای خیلی ساده انیمیشن انجام دادیم. ما ابزارهای خیلی پیشرفته تر و جالب تری داریم توی کارمون که میتونن کارهای پیشرفته تر و جالب تری انجام بدن. مطمئنم بهشون میرسیم توی چند جلسه آینده. ما روی بخش انیمیشن افتر افکس تمرکز میکنیم، تمرین های جالب تری داریم. سعی کنید برای پیشرفت کردن خودتون روی تصاویر ساده به همین شکل تمرین هایی رو انجام بدین. خدمات خودتون، کارهای خودتون، علایق خودتون رو به همین شکل به تصویر بکشین. پایه‌های کار همین ها هست. شما اگر بتونین این کارها رو توی شروع انجام بدین، مطمئناً کارهای پیشرفته تر رو هم توی پله‌های بعدی میتونین انجام بدین. نکته‌ای که هست و خیلی ها در موردش اشتباه میکنن اینه که کارهای ساده رو رد میکنن و اصلا بهشون نمیپردازن و دنبال کارهای شاید جدی‌تر و خاص‌تر هستن. البته توی شروع کارشون همچین اشتباهی میکنن. این کاملا اشتباهه و میتونه به روند پیشرفت شما توی یادگیری نرم افزار ضربه بزنه. شما اول باید بتونین کارهای ابتدایی و ساده رو انجام بدین و دستتون به این کارها راه بیفته و نهایتا برین سراغ کارهای پیشرفته تر. حتما همچین تمرین هایی رو خیلی ساده انجام بدین و تمرکزی روی این بخش ها داشته باشین. ما توی این ویدیو کار بیشتر توی تایملاین، جزئیات بیشتری رو شناختیم. طریقه ایجاد انیمیشن توی افتر افکس رو یاد گرفتیم. کمی با افکت ها کار کردیم، با هندل ها کار کردیم و
تصویری که اینجا تصاویری که حرکت میکنن رو تونستیم زمانهاش رو تغییر بدیم، بحث تایمینگ رو انجام دادیم، با هندل ها تونستیم مسیر حرکت های مختلفی بدیم، تونستیم به پوزیشن، روتیشن، اسکیل و اوپاسیتی هر کدوم یه سری کی فریم بدیم، با لایه سالید آشنا شدیم، یه زیرنویس خیلی ساده ایجاد کردیم، با افکت ها توی بک‌گراند کار کردیم. حتی میتونم با این افکت هایی که مثلا فرض کنید تو بک‌گراندم اینجا کار دیگه هم تو افکت ها انجام بدم که بهتر الان بهش نپردازیم چون از بحثمون خیلی خارج میشیم، و یه موزیک رو هم توی بک‌گراند کار قرار دادیم. خب میتونه برای این ویدیو کافی باشه، به زودی سراغ ویدیوهای جالبتر و بهتری میدیم و امیدوارم که بتونیم با ویدیوها جلو برین، مطالب رو خوب ازشون برداشت کنین و بتونین عملی رو اجرا کنین، و امیدوارم اگر نمونه هایی رو ساختین بتونین به اشتراک بذارین تا همه ببینیم و حتی دوستان هم بتونن ازشون ایده بگیرن. منتظر ویدیو بعدی به زودی باشین، امیدوارم استفاده لازم رو ببریم و برای اطلاعات عمومیتون و یادگیری نرم افزار تمام این نکات مفید بوده باشن. بابت همراهی از همتون تشکر میکنم، امیدوارم شاهد نظرات بیشترتون باشم. روز و شبتون خوش باشه، به امید.